فقط خبرها. ورود نیروهای ارتش روسیه به کوبانی، همزمان نگرانی ها درباره بحران انسانی در مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه بالا گرفت. استعفای وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی میگوید در 5 سال وزارتش شاهد به حاشیه کشیده شدن نهادهای حکومتی بوده. دولت ایران میگوید لوایح مرتبط با پولشویی به تصویب سران سه قوه رسیده، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه این گفته را رد کردند. و کشف 39 جسد در یک کامیون در نزدیکی لندن، پلیس بریتانیا میگوید مبدأ این کامیون بلغارستان بوده. اینجا در محل این واقعه تکان دهنده، پلیس سرگرم تحقیقات بیشتر، میگوید اولویتش شناسایی قربانیان است. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. کاروانی از نیروهای ارتش روسیه به شهر مرزی کوبانی در شمال شرق سوریه رسیدند. ورود روس‌ها به این منطقه در پی دیدار دیروز رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه است که طی آن توافق شد نیروهای روس و سوری به جای نیروهای کرد در مناطق مرزی شمال سوریه مستقر شوند. در همین حال ترکیه 150 ساعت به نیروهای کرد فرصت داده تا به طور کامل خط مرزی سوریه با ترکیه را به عمق 30 کیلومتر ترک کنند. رئیس ناتو هم گفته این آتش بس باید مقدمات یک توافق دراز مدت را فراهم کند. ژیار گل خبرنگار ما که به تازگی از سوریه برگشته و الان در اربیل هست. ژیار، کمی برامون بگو که این توافق عملا آیا کردها رو راضی کرده یا نه؟ هنوز ما عکس العملی از طرف کردها یعنی به صورت رسمی ندیدیم، اما تحرکاتی که در مناطق مرزی دیده میشه و گزارش‌های از خروج برخی از نیروهای یگانهای مدافع خلق یا وای پی جی شنیده میشه نشون میده که احتمالاً اونا توافق کردن، چون که چاره‌ای جز این ندارن. همچنین ما که با فرماندهان کرد در خامشلی صحبت کردیم وقتی که اونجا بودیم، اونا هم میگفتن هیچ راهی بجز این ندارن، چرا که آمریکایی ها پشت اونا رو خالی کردن. و جالب اینه که چیزی که من شنیدم حتی با وصف این موضوع که دونالد ترامپ گفت باید تمام نیروها بیان بیرون و از کردا حمایت نکرد در مقابل حملات ترکیه، در 2 روز گذشته فشارهایی از طرف برخی از مقامات آمریکایی به فرماندهان کرد می اومد که اونا با روسیه معامله نکنن. حتی من شنیدم از یکی از فرماندهان کرد گفت مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، به مقام آمریکایی با صدای بلند و داد و هوار گفته شما دیگه چه اعتباری داری ما به شما اعتماد کنیم، ما چه گزینه‌ای دیگه به جز این که به این خواسته تن بدیم داریم. به هر جهت هنوز از جزئیات این توافقنامه دقیقاً خبری نیست، ولی خب به نظر میرسه در عرض 2 هفته این از لحاظ قدرت و نفوذ و کنترل این منطقه خیلی چیزا دست به دست شده و قطعاً ولادیمیر پوتین برنده این اتفاقاته. و عملاً آیا کردها، گزارشتون رو هم پخش خواهیم کرد، آیا خیلی کوتاه اگه به اون بگی که آیا کردها در اون 2 شهری که در اختیار داشتن همچنان میمانند؟ خب کردها شهرهای زیادی در اختیار دارن، اما ترکیه 2 تا شهر تل ابیض و سرکانه یا رأس العین رو که در 2 هفته گذشته به هر حال محاصره کرد، یکی دیگر رو به تصرف در آورد، از اونجا بیرون نخواهد رفت و در کنترل ترکیه خواهند ماند. اما کردها، نیروهای کرد، نیروهای وای پی جی باید شهرهای نوار مرزی که به عمق 30 کیلومتر رو از اونجا عقب نشینی میکنن که میشه گفت تقریبا میشه بیش از 90% مناطق کردنشین سوریه در نقاطی بین 0 تا 10 کیلومتر از مرزهای ترکیه است. عملا تمام مناطق کردنشین رو شامل میشه. بورز دجله، رودخانه‌ای که کردستان عراق را از مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه جدا میسازد.
دقایقی پس از ورود به سوریه کاروانی از خودروهای زرهی در جهت مخالف نمایان می شوند. این کاروان به سوی عراق در حرکت است. روی سر ما جنگنده های آمریکایی دارن می چرخند و اینجا هم یک کاروانی از خودروهای نظامی ارتش آمریکا اینجا ایستادن، دارن این منطقه رو ترک میکنن. آمریکایی ها در 3 سال گذشته در کنار کردها بر علیه داعش جنگیدن. در حقیقت این سربازان آمریکایی بودن که حملات هوایی رو هدایت میکردن که مواضع داعش رو هدف قرار بگیرن. در جنگ با داعش نیروهای کرد بیش از 11,000 کشته دادن و هزاران معلول. حال متحد آنها آمریکا در حال ترک کامل منطقه است. امروز کردهای سوریه با خطری جدی تر، یعنی ترکیه و حکومت بشار اسد روبرو هستند. تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکا از منطقه درها را برای سناریوهای پیچیده باز کرد. طرف‌های زیادی درگیرند. آمریکایی‌ها، روس‌ها، ترک‌ها، حتی دولت سوریه، ایران و دیگران دنبال نفوذ در این منطقه و کنترل آن هستند. ما واقعاً نمی‌دونیم چه پیش خواهد آمد. Others who have interest in this area and in controlling it, so we really don't know how everything is going to develop. در یکی از بیمارستان‌های قامیشلو در چند کیلومتری مرز ترکیه تعدادی از نیروهای کرد مجروح شده در حملات اخیر ترکیه بستری شدند. بفرین 21 ساله عضو یگانهای مدافع زنان یپج است. مهم یه طبقه کریه، یه منبج کریه، سد تشرینه، اریداوجی سرکانی بود. در منبج طبق سد تشرین با داعش جنگیدم. اخیراً هم در سرکانی بودم. اونجا زخمی شدم و خیلی از دوستامم شهید شدن. ترکیه میگوید ایجاد منطقه امن برای دور کردن نیروهای کرد از مرزهایش برای امنیت ملی این کشور ضروری است. اما شهروندان غیر نظامی هم در امان نبودند. پس از حمله ترکیه ده ها هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در این حملات 120 غیر نظامی کشته شدند. یکی از آنها برادر کوچک سارا بود، اما پدر او هنوز به سارای 8 ساله نگفته که برادرش کشته شده. سارا خود راهی طولانی برای بهبود پیش رو دارد. در حملات ترکیه او یک پایش را از دست داده و پای دیگرش به شدت آسیب دیده. با توجه به تهدیدهای ترکیه به احتمال بازگشت حکومت بشار اسد به این منطقه، خطر جنگی دیگر جان شهروندانی همچون سارا را تهدید می کند. سارا، سارا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا هنوز برای مذاکره پیام میدهد. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت صحبت میکرد درباره پاسخ ایران به این پیام ها توضیح نداد. در پایان این جلسه امیر حاتمی وزیر دفاع درباره احتمال حمله به ایران گفت که هر گونه حمله ای با واکنش قاطع ایران روبرو خواهد شد و به گفته او دشمن سرافکنده می شود. صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان استعفا کرد. آقای ربانی در استعفانامه‌اش نوشته که 5 سال کار در حکومت وحدت ملی مطلوب نبوده و او در این مدت شاهد ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه کشاندن نهادها بوده. آقای ربانی به علت آنچه که ادامه تخریب نهادهای دولتی خوانده گفته که ادامه کارش را صلاح نمی‌داند و استعفا می‌دهد. صلاح‌الدین ربانی در سال‌های گذشته اختلافاتی در مسائل وزارت خارجه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری داشت. علی حسینی خبرنگار ما از کابل حالا به ما پیوسته. علی، چقدر انتظار می‌رفت آقای ربانی الان استعفا بکنه؟ می‌دونستیم اختلافاتی وجود داره، ولی استعفا چرا حالا انجام شده؟
خب از یک نگاه میشه کرد، میشه دید که چرا توال استعفا نداده، به دلیل اختلافات نسبتا شدیدی که بین وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری بوده. دست کم 4 مورد از این اختلافات که نسبتا جدی میشه مطرح کرد بین دو طرف صورت گرفته و خبری شده، چه بسا اختلافات دیگری هم بوده و خبری نشده. به هر حال در استعفانامه‌ای که آقای ربانی امروز منتشر کرده، دو سه دلیل مهم مطرح کرده، از جمله اینکه گفته که نهادهای موازی با نهادهای کلیدی ساختارهای موازی تشکیل یافته بوده، مثل کلیدی با وزارت خارجه، و همچنین گفته بوده که با این نهادهای کلیدی مثل وزارت خارجه به عنوان یک NGO سازمان خصوصی و سلیقه‌ای برخورد می شده، و در مجموع این فضا ادامه اش و همچنین تخریب نهادهای دولتی از سوی افرادی که به گفته آقای ربانی ادعای دولت سازی میکنن، که اشاره اش است به خود آقای غنی، چرا که شعار انتخاباتیش در این انتخابات ریاست جمهوری دولت ساز بوده، فضا رو طوری کرده که صلاح ندانسته که به ادامه کارش ادامه بده. گرچه ما میدونیم که آقای ربانی چند سال پیش از سوی مجلس نمایندگان افغانستان رد صلاحیت شد، از آن زمان تا کنون به عنوان سرپرست در وزارت خارجه فعالیت میکرده. ممنونم از عدلی علی حسینی همکارم از کابل با ما. اما همزمان در خبر دیگری از افغانستان، بنابر گزارش‌ها چین هفته آینده میزبان نشست گفتگوهای صلح افغانستان خواهد بود. طالبان تایید کرده هیئتی از این گروه به پکن می‌رود. وزارت دولت در امور صلح هم گفته بر سر جزئیات برگزاری این نشست با چین در حال گفتگو است. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین اولین خبری این برنامه. در پی توافق دیروز رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، امروز کاروانی از ارتش روسیه به شهر مرزی کوبانی در شمال شرق سوریه وارد شد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان استعفا کرد. صلاح‌الدین ربانی گفته در این سالها شاهد به حاشیه رانده شدن نهادهای اصلی حکومت بوده. در ادامه برنامه، نمایشگاهی از آثار داوینچی در پاریس 500 سال پس از مرگ او. در ایران اخبار زد و نقیزی درباره تصویب لوایح مرتبط با پولشویی منتشر شده. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید این لوایح به تصویب سران سه‌قوه رسیده و منتظر تایید رهبر ایران است. پیشتر هم اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از موافقت رهبر ایران با این لوایح خبر داده بود، اما ساعتی پیش قوه قضاییه تصویب این لوایح را رد کرد. مجمع تشخیص مصلحت هم گفته موافقت رهبر ایران با این لوایح صحت ندارد. علی مزروعی کارشناس مسائل اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس ششم از بروکسل بلژیک با ماست. آقای مزروعی، این دلیل این زد و نقیض بودن خبرهایی که در چند ساعت گذشته و همینطور دیروز داریم میشنویم به نظر شما چیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، من فکر میکنم که خب این برمیگرده به مناقشاتی که در زمینه سیاست خارجی در ایران وجود داره و خب سالها هم هست که این وضعیت ادامه داشته، یعنی دولت و مجلس که طرفدار تصویب این لایحه FATF هستند و لوایح دیگه‌ای که همراهش هست، خب اینها به اصلاح طلبان گرایش دارن و نهادهای اصولگرا کلن به سیاست تقابلی واقع، و این باستاب پیدا میکنه در این گونه مواضع و سخنانی که از طرفین گفته میشه، و به نظر میرسد به دلیل شرایطی که الانه در رابطه با مسائل سیاست خارجی و همینطور برجام هست، کل حاکمیت نتونسته به یک جمع‌بندی نهایی برسه که با این لوایح مرتبط با FATF چه سیاستی رو در پیش بگیره. ولی خیلی جالبه این تناقض، اینطوره که این بار جلسه ای تشکیل شده در واقع با حضور سران سه قوا، اونجا گفته میشه حداقل دولت، مسئولان دولتی میگویند که تصویب کردند این لوایح رو، دادن به رهبر ایران، اما همه رد میکنن، یعنی قوه قضاییه اون رو رد میکنه، مجمع تشخیص مصلحت که این لوایح پیش اونها بود و قرار بود اونها در موردش تصمیم گیری بکنن، اما در نهایت ظاهرا این رهبر ایران هست که تصمیم گیری نهایی بهش واگذار شده. بله قطعاً در این مواردی که در داخل سیستم اجرایی نمیتونن به نتیجه برسند، ارجاع میشه به رهبری
و طبعا الان هم فقط رهبری میتونه در این باره اعلام نظر بکنه، چون اصولگراها به طور کلی در این موارد از خودشون خیلی اختیاری ندارن. یعنی در واقع میشه گفت که در بسیاری از سیاست ها چشمشون و دهانشون به چشم و دهان رهبری هست و این یکی از مشکلات اداره. فکر نمی کنید که دولت با گفتن این که حالا این تصمیم رو باید تصمیم نهایی رو رهبر ایران بگیره، عملا میخواد مسئولیتش رو کم و بیش از گردن خودش هم باز بکنه؟ من فکر نمی کنم چنین در واقع خواسته دولت داشته باشه، چون اونا به طور صراحت گفتن که ما موافقیم، خود دولت این لایحه رو داده، مجلس تصویب کرده. بنابراین نهادهای انتخابی که رأی مردم رو دارن با این سیاست موافقن. متاسفانه در ایران نهادهای انتصابی و اونهایی که به طور مستقیم از رأی مردم نگرانی ندارند، خب در نه تنها در این بحث بلکه در موارد دیگه ما شاهد هستیم که خیلی نمیخوانده همراه با خواسته مردم حرکت کنند و این به این وضعیت منجر شده که عملا یک کاری رو که با دست میشه بازش کرد با دندان هم نمیتونن بازش کنند. در نهایت فکر میکنید پیشبینیتون چیه؟ فکر میکنید که ایران میتونه تا پیش از ضرب العجل این گروه اقدام مالی در واقع این لوایح رو تصویب بکنه یا نه؟ من با توجه به مجموعه شرایط خوشبین هستم و فکر میکنم رهبری با توجه به آثار و پیامدهای سو و غیر قابل پیشبینی که عدم تصویب این لوایح داره، قطعا همراه با دولت خواهد بود و اینکه دولت به هر حال گفته که به نحوی این لوایح مورد تایید رهبری هست، قطعا خبرهایی دارند و این گونه نبوده که آقای جهانگیری در واقع یک مدعایی رو مطرح کرده باشه. ممنونم از شما علی مزرویی، کارشناس مسائل اقتصادی با ما. پلیس استان اسکس در جنوب شرق بریتانیا از کشف 39 جسد در یک کامیون خبر داده. به گفته پلیس مبدأ این کامیون بلغارستان بوده و از ولز راهی بریتانیا شده. راننده 25 ساله کامیون که اهل ایرلند شمالی است بازداشت شده. پلیس هنوز اطلاعاتی درباره هویت اجساد نداده، اما گفته بجز یک نوجوان بقیه بزرگسال هستند. کسرا ناجی خبرنگار ما از محل حادثه از اسکس در جنوب شرقی بریتانیا با ماست. کسرا، در دقایق در این چند دقیقه که اونجا بودی بگو که آخرین هایی که شنیدی چه است؟ آخرین ها صحبت تازه پلیس اسکس که از هر کسی که ارتباطی ممکنه با این ماشین و افراد توی این ماشین داشته باشن یا اینکه کسی رو ممکنه بشناسن در میان قربانیان، از اینها خواستن که تماس بگیرن. پلیس گفته که اولویتش در واقع شناسایی قربانیان این حادثه است که معلوم نیست چه کسانی هستن، تبعه چه کشورهایی هستن، از کجا آمدن و کجا میخواستن که برن، کی آورده اینها رو. این سوالاتی است که هنوز مشخص نیست. پلیس سرگرم بررسیه. این دیوار سبزی هم که پشت من میبینید دیواری است که پلیس اینجا ایجاد کرده برای بستن این جاده که حدود 20 متر اون طرفتر همین کامیون بزرگی هست که از دور به نظر میرسه که کانتینر بزرگی رو پشتش هست، اما ظاهراً به گفته بعضی منابع یک کامیون یخچال داره و بنابراین بعید نیست که کسانی که اون تو بودن شاید خفه شده باشن، گرچه اینها همش بحث و حدس و گمانه و هنوز نمیدونیم، پلیس چیزی نگفته. آن چیزی که میدونیم اینه که این کامیون ساعت 1:40 دیشب کشف شده، به پلیس اطلاع دادن، پلیس به اینجا آمد با سرویس های اورژانس، اما وقتی که به اینجا رسیدن همه کسانی که اینجا بودن، هر 39 نفر جان داده بودن، مرده بودن. از این 39 نفر 38 نفرشون بزرگسال هست، یک نفرشون نوجوان هست به گفته پلیس. پلیس راننده این کامیون رو دستگیر کرده، یک مرد 25 ساله از ایرلند شمالی است. ظاهرا این کامیون از بلغارستان راه افتاده چون با نمره بلغارستان داره و از طریق جمهوری ایرلند وارد
غرب بریتانیا شده و به اینجا آمده. معلوم نیست که این موارد چه نوع مسیریه که طی کرده. موارد مشابهی هم در بریتانیا قبلتر بوده که در اکثر موارد افراد رو از طریق این کامیون‌ها در واقع قاچاق می‌کنن به داخل بریتانیا. خب قاچاق انسان بوده، موارد زیادی بوده، اما آن چیزی که شبیهش رو ما داشتیم در سالهای اخیر این کامیونی بود که حدود 4 سال پیش در اتریش کشف شد، در کنار یک بزرگراه نزدیکی مرز مجارستان که در اون اگر اشتباه نکرده باشم 71 نفر کشته شدن و خفه شده بودن و پلیس اون این کامیون رو کنار جاده کشف کرد و رانندش هم فرار کرده بود که بعدها گیر افتاد و محاکمه شد. ولی اینجا هنوز پلیس سرگرم تحقیق. نخست وزیر میگه شوکه شده، در پارلمان صحبت کرد و میگه دائما در ارتباط با پلیس هست که تازه ترین گزارش ها رو بگیره. تحقیقات پلیس سه کشور، حالا بریتانیا، بلغارستان و ایرلند. ممنونم ازت کسا کساناجی، همکارم از اسکس در بریتانیا. پس از ناکامی دیشب دولت بوریس جانسون در جلب نظر مجلس بریتانیا برای تصویب صریح لایحه توافقنامه برگزیت، اعضای اتحادیه اروپا محتاطانه از به تعویق افتادن تاریخ خروج بریتانیا از این اتحادیه حمایت کردند. نخست وزیر بریتانیا شنبه برخلاف میل شخصیش با فرستادن نامه‌ای درخواست کرده بود که این موعد 3 ماه عقب بیفتد. گمان می‌رود در صورت تعویق چند ماهه برگزیت، بوریس جانسون خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس شود. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. حالا چه می‌شود؟ انتخابات زودرس پارلمانی یا ادامه تلاش برای تصویب لایحه برگزیت؟ بوریس جانسون می‌داند مقصدش کجاست. می‌خواهد بریتانیا را هر چه زودتر از اتحادیه اروپا بیرون بیاورد. ولی حالا باید مسیرش را انتخاب کند. Questions to the Prime Minister. Jeremy Corbyn. در جلسه هفتگی پرسش و پاسخ نخست وزیر با نمایندگان، رهبر حزب اصلی مخالف حسابی از خجالت آقای جانسون و توافقی که به دست آورده درآمد. Mr. Speaker. آقای رئیس، نخست وزیر مجلس رو غیرقانونی معلق کرد. گفت به قانون عمل نمی‌کنه. ایرلند شمالی رو فروخت. حقوق نیروی کار و استانداردهای محیط زیستی رو دور انداخت. در همه رأی‌گیری‌ها شکست خورد و تلاش کرد جلوی بررسی و بحث دموکراتیک واقعی رو بگیره. یه موقع میگفت همه توافق خروجی که نخست وزیر قبلی امضا کرده بود افتضاحه. ولی این توافق حتی از اون هم بدتره. ولی چنین نقدهایی روی اراده و اعتماد به نفس بوریس جانسون تأثیر چندانی نداره. گفتن نمیشه توافق خروج رو دوباره باز کرد. ولی ما کردیم. گفتن نمیشه پروتکل ایرلند شمالی رو درآورد. ولی ما درآوردیمش. گفتن نمیشه به توافق جدید رسید. ولی ما رسیدیم. گفتن نمیشه به تصویب مجلس رسون و همه زورشون رو هم زدن. ولی ما دیشب به تصویب مجلس رسوندیمش آقای رئیس. این حزب و دولتیه که به وعده‌هاش عمل می‌کنه. سه شنبه شب نگاه‌ها به مجلس بود تا تکلیف برگزیت را کمی روشن کند، ولی آرای نمایندگان به سوال‌ها اضافه کرد. آنها اول درباره کلیات لایحه توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا رأی گیری کردند. آرای موافق 329، آرای مخالف 299. سپس نوبت رأی‌گیری درباره پیشنهاد دولت برای تصویب سریع و سیر این لایحه مفصل در تنها 3 روز بود. آرای موافق 308، آرای مخالف 322. همین پنجشنبه پیش بود که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق جدید برگزیت را تایید کردند. با خودداری مجلس بریتانیا از تصویب سریع این توافق، حالا دوباره سرنوشت بریتانیا و برگزیت در دست آنهاست. بوریس جانسون امیدوار است آنها با درخواست تعویق برگزیت مخالفت کنند تا بتواند به وعده اش برای عقب نیفتادن خروج عمل کند، یا دست کم آنطور که فرانسه می‌خواهد تنها چند هفته وقت اضافه بدهند تا توافقنامه در مجلس به سرعت تصویب شود. ولی اگر آنها آنطور که جمهوری ایرلند می‌خواهد برگزیت را 3 ماه یا بیشتر به تعویق بیندازند، آقای جانسون احتمالاً به دنبال برگزاری انتخابات زودرس می‌رود.
دومین انتخابات از زمان آغاز این فرایند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. تماشای آثار لئوناردو داوینچی طرفدارای زیادی رو به موزه ها و نمایشگاه بزرگ دنیا میکشونه. امسال از مرگ این هنرمند که بسیار او را نابغه و پیشروتر از زمان خودش میدونن 500 سال میگذره و همین مناسبت موزه لوور نمایشگاهی از آثار او برپا کرده که درهاش رو همین پنجشنبه به روی دوستداران هنر باز میکنه. محمد سبایی گزارش میده. موزه لوور پاریس خانه بسیاری از آثار هنری و تاریخی برجسته دنیاست، ولی به جرأت میتوان گفت که مونالیزا اثر بسیار مشهور لئوناردو داوینچی یکی از پرطرفدارترین بازدیدشونده های این موزه بزرگ است. موزه لوور توانسته با تلاشی 10 ساله نمایشگاهی با بیش از 160 اثر مربوط به داوینچی را در کنار هم به مناسبت 500مین سالگرد مرگ او برپا کند. لئوناردو به دلیل مرگ پشتیبان مالیش ناچار شد که ایتالیا را ترک کند و به فرانسه مهاجرت کند، جایی که سالهای آخر زندگیش را به عنوان میهمان خاندان پادشاهی فرانسه گذراند و همانجا هم درگذشت. موزه لوور باید امسال کاری میکرد، چون لئوناردو داوینچی در سال 1516 میلادی تصمیم گرفت به فرانسه بیاد و 500 سال پیش در فرانسه درگذشت و به خاطر همین ما بسیار خوشبخت بودیم که 5 تابلو نقاشی او رو در لوور داریم. We are very lucky because we have 5 paintings by Leonardo da Vinci. در کنار 5 تابلوی نقاشی داوینچی متعلق به موزه لوور، آثار متفاوت و کمتر دیده شده‌ای از موزه‌های برتر دنیا و کلکسیون‌های خصوصی از جمله کلکسیون ملکه الیزابت و بیل گیتس به امانت گرفته شده تا یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کارهای داوینچی در لوور برگزار شود. نمایشگاهی که تا همین حالا بیش از 200,000 نفر بلیط‌های بازدیدش را پیش خرید کردند. ما می‌خواستیم درهای نمایشگاه را با یکی از مشهورترین و زیباترین پیکره‌های فلورانسی رنسانس باز کنیم. سنت توماس و مسیح کار آندرئا دل وروکیو، استاد لئوناردو، و می‌خواستیم نشون بدیم که شیوه نقاشی لئوناردو یه جورایی از این پیکره ریشه گرفته. 10 تابلوی نقاشی منصوب به او در کنار طراحی‌ها، پیکره‌ها، نامه‌ها و دست‌نوشته‌هایی از او و همینطور هنرمندان دیگر دوران رنسانس که لئوناردو از پیشگامان آن بوده به نمایش گذاشته شده. البته همه این آثار به راحتی راهشان به این نمایشگاه باز نشده. تا همین هفته پیش که دادگاهی در ونیز رأی به امانت دادن مرد ویتروویوسی و چند اثر دیگر داد، مشخص نبود که این اثر منحصر به فرد را بتوان در لوور دید، جایی که حالا علاقه‌مندان 2 ماه وقت دارند که از نزدیک این اثر منحصر به فرد را تماشا کنند. کارشناسان درباره تعداد دقیق کارهای داوینچی هم رأی نیستند. نمایشگاه موزه لوور شامل کارهای خود لئوناردو و همینطور برخی دیگر هنرمندان است که به موضوع این نمایشگاه مربوط بوده. البته جای مونالیزا در این نمایشگاه خالی است، چرا که با توجه به روزی 30,000 بازدید کننده این تابلوی جذاب، برگزار کنندگان نمایشگاه نگران بودند که نمایشگاهشان با ازدحام زیادی روبرو شود و بقیه آثار به چشم نیایند. محمد صباحی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.